24 روز آبان ماه برابر با 15 نوامبر سال 1010 خورشیدی برابر با 1631 میلادی، در گذشت یوهان کپلر، ستاره شناس و منجم پرآوازه آلمانی که از آغاز جوانی شراره علم طلبی او هر روز بیشتر زبانه می کشید. از این رو علارغم چشمان آسیب دیده، ضعف جسمانی و دستهای از کار افتاده، وارد دانشگاه شد و به مطالعات نجومی پرداخت. علاقه به ریاضیات، علوم فیزیک و مکانیک او را چنان جذب خود ساخت که پس از فراگیری آنها با پشتکار فراوان در 23 سالگی به استادی اخترشناسی منصوب گردید. کپلر ریاضیدانی توانا بود. او طرفدار نظریه کوپرنیک بود که جایگاه خورشید را در مرکز منظومه شمسی قرار داد. یوهانس کپلر از 20 سالگی بدون وقفه به کار تحقیق و مطالعه در احوال ستارگان و سیارات پرداخت. او پس از 10 سال تلاش قوانین حرکت سیارات را پیدا کرد و در مورد حرکت وضعی و انتقالی کرات 3 قانون مهم را کشف نمود. قانون اول او مبنی بر بیضی بودن مدار حرکت سیارات به دور خورشید است که امروزه در تدوین اصول پرتاب ماهواره‌های امروزی به کار گرفته می‌شود. کپلر ثابت کرد که نه تنها مسیر حرکت سیاره‌ها به دور خورشید بیضی است، بلکه بر اساس قانون دوم هر سیاره در حین گردش بر روی مدار خود مرتباً سرعتش تغییر می‌یابد. به این معنی که هرگاه سیاره به خورشید نزدیک می‌شود، بر سرعتش افزوده می‌گردد. کپلر در قانون سوم خود زمان گردش کامل سیاره‌هایی که به خورشید نزدیک‌ترند را کمتر از سیاره‌هایی می‌دید که از خورشید دورترند. سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان. پس از روی کار آمدن انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران گردید، موضوع تعیین قانون اساسی نظام جدید در محافل مختلف گسترش یافت. در این مرحله پیشنویس قانون اساسی که پایه نظام جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین شرع اسلام قرار داده بود نوشته شد و مجلس خبرگان قانون اساسی بنا را بر این گذاشت که اصلاحات نهایی به نحوی صورت گیرد که همه اصول، قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر شرع اسلام باشد. این قانون اساسی در 12 فصل و 175 اصل توسط خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و به همه پرسی گذاشته شد. سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، مسدود کردن دارایی‌های ایران توسط دولت ایالات متحده آمریکا. چند روز پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران و به دنبال تصمیم دولت ایران برای خارج کردن ذخایر ارزیش از بانک‌های آمریکایی، دولت ایالات متحده آمریکا در واکنشی شدید ذخایر ارزی ایران را در همه بانک‌های خود در جهان مسدود کرد. با بسته شدن حساب‌های بانکی ایران، فشارهای اقتصادی دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران افزایش یافت. چند روز قبل از این اقدام، ایران نیز صادرات نفت خود به آمریکا را متوقف کرده بود. مسئولان دولت ایران مبلغ سپرده‌ها را حدود 12 میلیارد دلار اعلام کرده و از آن زمان بارها با شکایت به مجامع بین المللی خواستار استرداد این مبلغ شدند.